بنام خالق یکتا و بی همتا، بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم ما تقدیم یک و یک شما عزیزان بینندگان. آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت شما را در زندگی داریم. همیشه موفق و کامگار باشین و به وطنداران دردمند خود در داخل کشور نیز چنین آرزوی میکنیم که الله پاک اونا را در حفظ و امان خود داشته باشه و عجزو تر از شر تمام مفسدین و تروریستان و خائنین و وطن فروشا و جواسیس بیگانه نجات بده. امید چنین روزه. خوشحال هستیم که با تقدیم برنامه سخن روز امشب چهارشنبه 23 آگوست ساعت 8:01 شب مهمان خانه های شما عزیزان بیننده هستیم. در برنامه شب مطالب جالبی را برای شما انتخاب کردیم که امیدوار هستم مورد علاقه و دلچسپی شما قرار بگیرن. خبرهایی از وطن داریم، خبر خوشی از دنیای ورزش داریم، یک خبر از جهان داریم و چند خبر جالب هم از کانادا برای شما داریم. پس امیدوارستم تا آخر برنامه با ما باشین، وقت با ما بدین، همگی با هم یک جا هستیم. خب بینده گرامی، درد وطن ار روز در عوض که کمتر شوه بیشتر میشه. طالب در وطن ما به طور بسیار وحشیانه و ماهرانه جنایت میکنه، قتل میکنه، مردم اذیت میکنه، جهان با بی‌تفاوتی نظارت میکنه و گاهی هم حمایت میکنه و در این میان مردم دردمند ما، مردم بینوای ما که به اثر خیانت اشرف غنی و تیم خائنش و خیانت ظلمای خلیل‌زاد و گلیم غم نشستن، تاوان تمامی بدبختی ها را میتن، قربانی تمام زد و بند های شدن که سیاسیون به اصطلاح وطن انجام دادن. هر روز که میگذره ما در عوض که خبر خوب بشنویم، از تغییر بشنویم، برعکس خبرهای بدتر و خرابتر بشنویم. گرچه که ظاهرن طالب ها در یه آخر آدم گونه گپ میزنن، گرچه که با کلمات بازی میکنن، اما تا حال مگر شما شنیدین که ایوان انسان شود؟ وحشی احتمال از این است که اهلی شوه. این ایوانات را که مردم نگه میدارن، با اونا ادب یاد میتن، راه رفتن، نار خوردن، همه چیز یاد میتن، اما هیچ وقت ایوان انسان نمیشه. طالب هم سر و بدنش و گردنش اگه شما حساب کنی هیچ کجای عزیب و آدم نمیمونه. ایوانات وحشی هستن که جز ریختن خون و ایرانگری و کشتار مردم بیگانه کار بلد نیستن. استخدام شدن تا مردم خود تباه بسازن و بیگانه را از کارکردهای غیر انسانی خود خوشنود بسازن. خون بیگانهان ما را میریزن تا در برابر هر قطره خون بیگانهان ما از بیگانه ها مزد دریافت کنند و چنین است سرنوشت کشور ما. امروز حتی کسایی که در ابتدا خوشبین بودن، کشورهایی که خوشبین بودن، بدبین شدن و میگن که این گروه اصلاح ناپذیر است. اصلاح ناپذیر یعنی حیوان است، اگر تغییر نمیکنن. ولی تاسف ما بیست که انوز هم کسانی به نام هموطن، کسانی به نام افغان از اینا دفاع میکنن، برای از اینا لابیگری میکنن، اینا را در کشورهای غربی خوب معرفی میکنن و یک مثال بسیار سازیر میتن که طالب امنیت آورده.
دیروز در مصاحبی که با خانم مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبای ارغوانی داشتیم، نو گفتن که نه امنیت است در افغانستان، چون هر روز که می‌بینیم انفجار است، انتحار است. و دیگه وقتی که مردم امنیت روانی نداشته باشن، امنیت راه و سرک اینا رو چیکار میکنیم؟ وقتی مردم اجازه زندگی کردن مطابق میل خود نداشته باشن، وقتی مردم اجازه حرف زدن نداشته باشن، وقتی مردم اجازه بیرون شدن از خانه خود نداشته باشن، اجازه کار و اجازه فعالیت و این رو نداشته باشن، پس امنیت به چی درد میخوره؟ لحاظ روانی وقتی که مردم ما سخت تحت فشار قرار دارن، خب مشخص است که یا در خانه هستن یا در گوشی نشستن. این امنیت امنیت نیست. و در طی 20 سال جمهوریت هم امنیت عمی خائنین در امرا با حمایتگرانشان در همکاری دو خائن به نام رئیس جمهور که بودن، کرزی و اشرف غنی، خراب کرده بودن تا به چنین روز پس دوباره برسن. کسانی که برای طالب لابیگری میکنن، و باور کامل دارم هر کسی که باشه، چی عمر صمد باشه و چی تیم خائنش باشه و چی کسای دیگی باشه و فاطمه گیلانی باشه و ما بسراج باشه، هر کسی که باشه، یقین کامل دارم که وجدانشان خفته است. چیز به نام وجدان و چیز به نام شرف ندارن. اگر اینا وجدان می داشتن، آیا وزر قدبار دو سال گذشته را اینا نمی تانن پیش چشمان خود مجذب کنن؟ ندیدن، خبر را نخوندن که چی آمد بر سر اون ملت مظلوم و دردمند ما؟ پس با کدام روی اینا در تلاشن که بر طالب سفید نمایی کنن و در بیرون بر از اینا لابیگری کنن و بگوین که خب بدیل نیست، آل امینا هست. از 15 آگوست 2021 دیدین که جهان کارهای در رأس امریکا کارهای اصلی خود انجام دادن و رار برای بر مشروعیت بخشیدن برای رژیم خونخوار باز گذاشتن، اما نه توسط خودشان، بلکه توسط ماها که آگاهانه و ناگاهانه فریاد کشیدیم که علاقه مردم ما چالش در خطر از بیرون بسازیم. و این شکل دیدیم که تمام مغزها را از کشور ما، این غربی هایی که خودشان امروز با کمبود نیروی کار و با کمبود مغز موجه هستن، انتقال دادن. همین کانادا فیلم بین شما برای سال آینده اصلا نیروی کار نداره، مجبور هستن که نیروی کار اگر از اینجا پوره نمی کنن از اونم کشور ها بیارن، و کشور ها باید در آتش بسازن تا غرب و اروپا و اینا نیروی کار داشته باشن. و دیدیم ویندگرامی که بعد از او سر و صدا بلند شد که باید مکاتب برای روی خانم ها باز شود، شرایط کار برای خانم ها باز شود. این اون پوینت آخری بود که جهان منتظر است که ملت بازم صدا بکشه و از طالب بخیر که مکتب باز کن. آخرین چانس را که برای طالب ماندن که فعالیت ها شروع شد و دیدیم که بسطها مظاهره و صداها بلند شد که باید حق تحصیل خانم ها داده شود و برای خانم ها طالب ها کار بدن. خب از طالب تقاضا شد، یعنی طالب پذیرفته شد. طالب کی پذیرفت؟ ماها آگاهانه و ناگاهانه پذیرفتیم که قبول داریم مکتب باز کن، قبول داریم شرایط کار باز کن. و به می خاطر بود که رینای امیری از آدرس زنای افغانستان صحبت کرد و آل عین شیوره خائن به نام عمر صمد شروع کرده که مشروعیت بخشیدن به رژیم خونخوار طالب، تا باز مگر یه آدم در حرکه قدرت قرار بگیره، تا باز با خود و با ملت و با نقطه نقطه خود معامله کنه. یک بخش، بخش دیگر شما میبینید که از داخل هم صداهای بلند شده، صدا بر بازگشایی مکاتب، صدا بر آزادی دادن بیشتر به خانم ها، و این صداها بیشتر میشه، بیشتر میشه. و اینجاست که جهان باز عکس العمل نشان میده، میگه خب برادر
تو صدا میلیونی کشیدی که دروازه مکتب باز کو. طالب میگه که این دروازه مکتب و دانشگاه باز و خانم ها کار کنن. پس دیگه مشکل نیست، باید به رسمیت شناخته شد و این به رسمیت شناخته میش دیر یا زود. و ایره اگر مشروعیت میگیره طالب چی در بهبود ملی و بین المللی، باور کنید که نتیجه سر و صداهاییست که آگاهانه و ناگاهانه ما شما کشیدیم. این خبر را که شما میخوانم، خبرها به صورت ناگاهانی نیست، مثل که فرار اشرف غنی که گفت من نمیفهمم چبلقای ما رو یک چیره در بغل گرفتم. نه خیر، اینا طرح‌ریزی میشه، بسیار از پلان‌گذاری میشه، سالها کار میشه و با مرور زمان و مرحله به مرحله تطبیق میشه. این موسم که احساساتی با جریانات برخورد میکنیم و دقت نمیکنیم که واقعا چی میگذره، غرب در کشور ما چی برخورد میکنه، چگونه عمل میکنه. خبر گوش کنین، شیرعباس استانیزه که میشناسین، خلقی شناخته شده که در این زمان معین سیاسی وزارت خارجه طالبان است، گفته که بر حاکمان، خوب دقت کنین، بر حاکمان حکومت اسلامی واجب است که زمینه آموزش را برای زنان و دختران فراهم کند. این امروز میگه استانیزه امروز چهارشنبه در نشست تحت عنوان نقش زنان در خیر القرون در کابل گفت و اضافه کرده با حاکمان و حکومت اسلامی واجب است که برای زنان شرایط و زمینه تعلیم را فراهم کنند. او گفته قبل از اسلام در مذاهب و ادیان مختلف زنان حقوق نداشتند. زنان زنده به گور می شدند، سوزانده می شدند و به فروش می رسند. اما اسلام عزیز برای زنان و مردان حقوق قائل شد. اسلام برای زنان در سایه شریعت اسلامی حق میراث، تعلیم و جایگاه خاص دارد. چرا تا دیروز این مسائل نمیفتن؟ مگر تازه مسلمان شدن؟ تازه با حدیث و آیت و تاریخ اسلام اینا آشنا شدن؟ تازه شنیدن که بهترین عالم حضرت محمد پیغمبر بزرگوار اسلام صدا میزد که تعلیم بر زن و مرد فرض است تا اگر در چین باشه؟ که آلی امروز آمدن برای این که اون مراحل را که برای اینا دادن باید اینا تکمیل کنن تا ای که بالاخره اینا مشروعیت خود به دست بیارن. استانزه ای که به اصطلاح از آدرس وزارت خارجی طالب ها گپ میزنه و در کنفرانس دوحا هم از آدم های مطرح بود، میگه که در اسلام تعلیم بر مرد و زن فرض شده است و زنان افغانستان هم پیش از 40 سال در جهاد با مردان سم داشتن و خدمت کردن. در امی حال عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات میگه که زنان در آموزه های دینی حق کار و فراگیری دانش را دارن. سرپرست اداره ملی امتحانات میفزاید که زنان میتونن دکتر باشن، میتونن تجارت پیشه باشن و حتی میتونن قاضی باشن و در بخش های عدلی کار کنن و این علوم را از طریق دانشگاه میهموزن و دینستان و علما اختلاف نظر ندارن. تا دیروز میفتن که در اینجا اختلاف نظر داره علما، تا دیروز میگفتن که حق تحصیل و حق تعلیم نداره، تا دیگه ما پیش میفتن که زنها بعد از اینکه از 10 سال دخترها بالا میرسنشان و اگر قدشان بلند است دیگه حق ادامه تحصیل ندارن، تا صنف ششم برای اینا اجازه تحصیل دادن و بعد تمام. اما آره برعکس میگه نه خیر، در اسلام به تمام حقوق زن حق قائل است و زنان حق دارن تعلیم کنن، کار کنن، وظیفه اجرا کنن و حتی در مسند قضا هم اینا کار کنن. پس معلوم میشه بیدگرامی که بسیار نزدیک شده جهان و تلاشای مذبوحانی امریکا و متحدینش که این رژیم خونخواره به رسمیت بشناسن و دگرار هم که اون در داخل دیروز هم بر شما گفتیم که عبدالله و یک خائن شناخته شده است دکتر عبدالله و کرزی، اینا برای مشروعیت بخشیدن ملی هستند و یک تعداد چکچکی هایی که در بیرون هستند که برای طالب لابیگری میکنن، باز اینا شرایط در بیرون رقم میزنن که کشورهای بیرونی
اینا را به رسمیت بشناسه، پس تمام میشه و مجبورن تعداد فراری ها، کسایی که واقعا فرار کردن، اینا برن بیعت کنن، بپذیرن اینمی رژیم خونخواره، اینمی رژیم قومی را، و برن تحت نظر از اونا کار کنن. فراری ها به خاطر گفتم بیناگرامی که یک تعداد واقعا فرار کرده، یک تعداد واقعا اینا فرار دادن، اما یک تعداد انوز هم اینا منتظر بعض فرصت ها هستن. مثلا خانم وزیر بوده میگن که چرا در مثلا در دمایی ها اشتراک نمی کنی، چرا در تظاهرات شرکت نمی کنی؟ جواب میده که من چی میکنم، رهبری میکنم، ولی علنی خودم حاضر نمیشم، برای اینکه من خوب را در اونجا پروژه دارم، من خود در اونجا انجو دارم، من خوب انافی دارم، من خوب انافی خود نمیتونم از دست بتم. بعد با این گونه افراد وجدان خفته چگونه باید اعتماد کنیم؟ چگونه فکر میکنی که حکومت سرنگون میشه؟ نه خیر، اینمی شرف باخته هاست، اینمی خائنین هستن، اینمی وجدان خفته هاستن که برای طالب لابیگری میکنن، چون منافع شخصی از اینا بالاتر از منافع ملی ما و شما هست. و ما سیم که غافل هستیم و واقعا حرکت که باید در دو سال انجام میدادیم ندادیم، متحد نشدیم، یک صدا نشدیم، اما آواز نشدیم، هم دگر پذیر نشدیم، تک تک هر کس صدا بلند کردیم و عاقبت کار میبینیم که اینمی دولت میمانه و اینمی رژیم و اینمی جرم و جنایت و بسن فشی. مگر بدین غفلت را و دنیای ما، مگر بدین غفلت را و دنیای ما، وای بر ما، وای بر فردای ما. بیننده برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 هستیم. مجله فارن افیرز گزارش داده که کارشناسان امریکایی درباره به رسمیت شناسی طالبان از سوی واشنگتن اختلاف نظر دارند. این مجله افزوده است که موافقان عادی سازی روابط امریکا با طالبان بر این باورند که بحران بشری و اقتصادی افغانستان، موفقیت طالبان در آوردن ثبات و امنیت، مبارزه با داعش و اعتکاف بر دیپلماسی برای حل اختلافات با طالبان ایجاب میکند که امریکا روند عادی سازی روابط با طالبان را آغاز کند. ژاکلین اسلتون از دانشگاه هاروارد در فارن افیرز نوشت که امریکا با رژیم های ناخوشایند دیگر نیز ارتباط دارد. گریم اسمیت از گروه بین المللی بحران افزوده است که امریکا و اروپا با طالبان منافع مشترک دارند، از جمله در مورد آمدن ثبات در افغانستان، کاهش کشت کوکنار، جلوگیری از مهاجرت و غیره. با گفته ای وو، تحریم های اقتصادی به زنان و دختران در افغانستان آسیب می زند. وو مقامات دولت پیشین افغانستان را متهم کرد که به دنبال کشاندن پای امریکا در یک جنگ دیگرن. برخی دیگر مانند عبدالقادر سینو از دانشگاه اندیانا در امریکا طالبان را همکار مفید در جنگ با داعش و مهار القاعده توصیف کردند. و استدلال میکند که نقض حقوق بشر در افغانستان با تحریم و انزوای بیشتر طالبان بدتر خواهد شد، زیرا طالبان احساس خواهند کرد که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. از سوی دیگر مخالفان عادی سازی روابط با طالبان نیز اعتقاد دارند که عادی سازی روابط به تغییر طالبان کمک نمیکند، برعکس این گروه را متقاعد میسازد که غرب کوتاه آمده و حالا نیاز به تغییر سیاست های خود ندارند. جنرال جان آلن، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان، به حکومت امریکا هشدار داد که نباید فراموش کند طالبان همچنان یک گروه تروریست و قاچاقچی هستند. سنت جوز، معاون مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن، اعتقاد دارد که یکی از پیش شرطهای عادی سازی قطع روابط طالبان با القاعده باشد. با این حال شیوشنکر منون، دیپلمات سابق ایندی، با نگاه بدبینانه اعتقاد دارد که طالبان به قولهای خود وفادار نمی‌ماند. و این وجود فارن افیرز نوشته است که
طالبان احساس میکنند که با صبر استراتژی و بدون دادن امتیاز به غرب نهایتاً به عنوان رژیم مشروع پذیرفته خواهند شد. موافقان عادی سازی روابط اعتماد بیش از حد به تأثیر دیپلماسی بر طالبان دارند و فکر میکنند که برجسته کردن بحران انسانی در افغانستان سیاست مداران غربی را به تغییر سیاست وادار خواهند کرد. توجه هستین که نکات بسیار عمده ای است که تمامی چیزا قصدن بالای مردم ما تعمیل شد. وضع بد اقتصادی، مشکلات اقتصادی، فقر که ار روز ملل متحد اینا فریاد بکشه که 90% زیر خط فقر است، بیکاری، همه چیز نکات است که اینا باید سر از به اصطلاح انسانی بیندیشن. خبرها شنیدین و به این اساس اینا یک امتیاز خواهید شد، رژیم از انزوا بکشند تا دیگه بیشتر از این مردم اذیت نشن. اما نباید فراموش کرد که تلفات انسانی و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم ها در عراق و ایران برخورد سخت امریکا با این کشورها را تغییر نداد. اما از جانب دیگر مخالفان عادی سازی روابط نتایج سنگین تحریم ها بر مردم افغانستان را دست کم میگیرند. آنها حتی مخالف کمک مالی به سازمان های خیریه خارجی در افغانستان نیز هستند. مخالفان امیدوارند قطع کامل کمک های مالی و روابط جهان با طالبان منجر به فروپاشی این رژیم شود، ولی به نظر نمیاد که سیاستمداران غربی پیامدهای این سناریوی جنگ داخلی دیگر و راه افتادن سیل مهاجران افغان به سوی کشورهای غربی را دست کم بگیرند. در این زمان ریچارد بنت خواهان تحقیق و مستندسازی بیشتر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان شد. چگونه؟ در گزارش از استودیوی 24 این مسئله را تعقیب میکنیم، با ما باشید. پس از نشر گزارش دفتر ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره کشتار، شکنجه و زندانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان توسط حکومت طالبان، ریچارد بنت میگوید با نابودی تقریبا تمام دستاوردهای دو دهه گذشته، عنصر مهم سیاست تعامل جامعه جهانی با طالبان در آینده پاسخگویی به نقض حقوق بشر از سوی طالبان خواهد بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفت که آنها می‌دانند که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و بازداشت اجباری فعالان حقوق بشر مدنی و سیاسی در افغانستان وجود دارد. وی اضافه کرده است از زمانی که طالبان در اگوست 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وضعیت حقوق بشر به سرعت رو به وخامت گرایده و باعث نگرانی شدید شده است. وضعیت زنان و دختران به ویژه به سطح فاجعه بار رسیده است. حقوق آنها سلب شده است. گروه های منزوی دیگر نیز وجود دارند، به ویژه اقلیت ها و کودکان که حقوق آنها نگران کننده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بر جمع آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و افزوده است که این اساس همه کارهاست تا مسئولان مورد بازخواست قرار گیرند و سنت معافیت پایان یابد. ریچارد بنت این اظهارات را در حال بیان میکند که یونما دیروز در گزارش خود گفته بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان بیش از 800 کارمند نظام جمهوری قبلی و نیروهای امنیتی و دفاعی کشته، شکنجه، ناپدید یا دستگیر شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اکس یا تویتر سابق خود این گزارش را تکذیب کرده و از حمایت از حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. او همچنین افزود که عفو عمومی حکومت آنها به گونه کامل عملی شده. در این حال یک زن افغان که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که طالبان با ممانعت از کار حقوق بشری او را زیر پا گذاشتند. او درباره عواقب بد این اقدام طالبان بر رادیو آزادی گفت: من از نگاه زندگی خود میگویم و دیگر خواهران خود را که صداهایشان را میشنوم، واقعا تاثیرات منفی خود را بالای اینها گذاشته است. تأثیرات فقر، روحی و روانی، خانه نشینی و تشویش و بیماری. و بعض دوستان ما عکس های خود را فرستادند که آنها از تشویش زیاد بیمار هستند. مادر خودم از تشویش زیاد کلا تغییر کرده است.
رژیم کنونی طالبان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و شمار دیگر از سازمان های بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر افغان ها در داخل کشور متهم شدند. اما طالبان اقدامات خود را تطبیق شریعت اسلام می نامند و می گویند که از حقوق همه افغان ها محافظت کرده اند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنید. خبری هم از جهان. رهبر گروه واگنر و دست کم 10 تن دیگر در اثر سقوط طیاره در روسیه جان باختند. بر اساس گزارش ها این رویداد عصر چهارشنبه 23 آگوست در شمال مسکو پایتخت روسیه رخ داده است. تلویزیون دولتی روسیه هم خبر مرگ رهبر شرکت امنیتی خصوصی واگنر را تایید کرده و گفته است که مسکو تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کرده است. یوگنی پریگوژین برای چندین ماه به حمایت ارتش روسیه با نظامیان اوکراینی در این کشور جنگید، اما به دلیل آنچه بی‌پروایی مقامات ارشد نظامی مسکو عنوان کرد، نیروهایش از اوکراین را خارج کرد و حدود دو روز شورش های را در نزدیکی مسکو برای انداخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که زمان وی را دوست نزدیک خود خطاب میکرد پس از شورش ها در مسکو وی را به بلاروس فرستاد. آخرین سخنان رهبر گروه واگنر از افریقای جنوبی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در نخستین واکنش دولت این کشور به رهبری جو بایدن میگوید که در صورت تایید مرگ یوگنی پریگوژین رهبر شرکت خصوصی امنیتی واگنر نباید تعجب کرد. منابع خبری به نقل از آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گزارش داده است که تایید مرگ وی چیز جالب به این کشور نیست. وی افزود که گزارش ها درباره سقوط طیاره در روسیه را دیدیم. در صورت تایید هیچ کس نباید از این خبر تعجب کند. اوتسون خاطر نشان کرد که جنگ فاجعه بار در اوکراین منجر به لشکرکشی گروه واگنر به مسکو شد و اکنون به نظر می رسد در این نقطه پایان یافته باشد. در این حال قصر سفید نیز اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا از گزارش ها در مورد سقوط طیاره در روسیه آگاه شده است. در این بخش برنامه بیدگرمی توجه شما را به افغانستان در یک نگاه جلب میکنم. دوباره برمیگردیم با خبرهای ورزشی و خبرهای از کانادا با میشین. شماری از باشندگان ولایت قندهار مدعی هستند که برخی از مقامهای محلی طالبان کارمندان و نظامیان پیشین را در زندانهای شخصی خود نگهداری میکنند. این باشندگان قندهار امروز چهارشنبه اول سنبله با روزنامه 8 صبح گفتند که شماری از اعضای طالبان برخی از کارمندان محلی و نظامیان حکومت پیشین را در زندانهای شخصیشان زندانی کردند. آنها دلیل این اقدام مقامهای طالبان را دشمنی های شخصی، دعوا بر سر زمین و برخی بهانه های دیگر عنوان کردند. این در حالی است که به تازگی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داده است که طالبان در دو سال گذشته بیش از 800 مقام دولتی و عضو نیروهای امنیتی پیشین را به صورت خودسرانه بازداشت، شکنجه و یا کشتند. یعنی ما این اعمال طالبان را جنایت علیه بشریت خوانده است. منابع میگویند که یک یوتیوبر زن در شهر کابل به گونه مرموز درگذشته است. منابع امروز چهارشنبه گفتند که این زن او را سادات نام داشت و روز شنبه هفته جاری در یک رویداد مشکوک جان باخته است. به گفته منابع او را سادات در محفل دعوت بود و پس از آن که غذای مسموم شده با مرگ موش را میخورد بیمار میشود و جان میدهد. طبق اظهارات منابع جسد این یوتیوبر در کارتی سخی شهر کابل به خاک سپرده شده است. در این حال منابع میافزند که دلیل مرگ وی خصومت های شخصی بوده است. با این حال دلیل اصلی این رویداد هنوز مبهم است. با روی کار آمدن طالبان و با وجود ادعای این گروه مبنی بر تامین امنیت سرتاسری در کشور، رویدادهای قتل در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. مسئولان ریاست معارف طالبان در فاریاب میگویند که برای بیش از 1200 جنگجوی این گروه که در گذشته به خاطر اشتراک در جنگ از آموزش محروم بودند، مکتب شبانه ایجاد کردند. به گفته این مسئولان، این مکتب به حکم ملا عبت‌الله سرکرده طالبان ایجاد
و روز گذشته یعنی سی شنبه 31 اسد مطابق 22 اگست در مربوطات شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب افتتاح شد. حفیظ الله معتصم بالله رئیس معارف طالبان در فاریاب در نشست به امین مناسبت گفته است که در این مکتب 1208 عضو طالبان در صنف 11 جذب شدند و قرار است پس از 2 سال آموزش سند فراغت به دست بیاورند. به گفته این مسئول محلی طالبان در فاریاب جنگجویان این گروه سالها به دلیل حضور در سنگرهای جنگ از درس و تعلیم باز مانده بودند و به همین دلیل این مکتب ایجاد شده است. مسئولان محلی طالبان در فاریاب میگن که افراد تازه جذب شده در این مکتب از ساعت 5 عصر الی 9:30 شب مشغول آموزش خواهند بود و پس از آن به وظایف خود برمیگردند. پیش از این مسئولان محلی طالبان در ولایت‌های هرات، پروان، کاپیسا، بدخشان اعلام کرده بودند که از نیروهایشان آزمون تثبیت سویه برای شمولیت در مکتب اخذ کردند. این در حالی است که بیشتر جنگجویان طالبان سواد خواندن و نوشتن را ندارند. بعد از این همه خبرهای ناخوش و تأثیر کننده، چه خوب است که از شما عزیزان بخواهیم که برای افتخار آفرینی ورزشکاران نازنین ما در هر گوشه و کنار جهان، در هر جایی که هستین، چی در خانه هایتان هستین، در هر جایی که هستین، یک کف نازنین بزنین. امروز افغانستان ایران شکست داد، اما نه در میدان نظامی یا سیاسی، بلکه در میدان ورزشی و در میدان فوتبال. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور ما در 3 دیدارش در رقابت‌های قهرمانی فوتبال مرکز آسیا یعنی کافا در برابر تیم ملی فوتبال زیر 17 سال ایران پیروز شد. دیدار دو تیم امروز چهارشنبه در ورزشگاه ایثار شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با برتری 2-1 افغانستان به پایان رسید. نیمه نخست این دیدار ملی پوشان افغانستان 1-0 پیش افتادند و در نیمه دوم بازی هرچند ایران 1 گل خورده را جبران کرد، اما افغانستان برای دومین بار به گل دست یافت و پیروز شد. این 3 دیدار تیم ملی فوتبال زیر 17 سال کشور در رقابت‌های جام مرکز آسیا بود. ملی پوشان افغانستان در 2 دیدار گذشتهشان 1 پیروزی در برابر قزاقستان و 1 شکست در برابر تاجیکستان داشتند. و واقعا برای ما جای افتخار است. زیباست که ببینیم که شیران خراسان چگونه با یک بازی جالب دلهای ناشاد هموطنان خود در سرتاسر جهان شاد ساختند. در این خوشی شما را هم شریک می سازیم. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. خبرهای کانادا حمایت شده توسط میر کاشنکری.
و نیو هوم هاوس ویر. با پایان برنامه میرسیم، البته با تقدیم چند گزارش از کانادا، و گزارش اول بسیار جالب است و مخصوصا می گزارش برای کسایی تقدیم میکنم که قبلا در افغانستان مقامات بالایی داشتن، چی وزیر چی وکیل بودن و مجری قانون بودن، اما خود قانون شکن بودن. امیدوارم که زندگی در غرب با اونا بیاموزنه که در وقتی که با قدرت بودن واقعا از قدرت سوی استفاده کردن، اما در کشوری آمدن زندگی میکنن که قانون حاکم است بالای تمام افراد، چی صدر اعظم چی کارگر عادی. خبر شما گوش کنید. پلیس ترافیک در ولایت البرتا در یعنی در کانادا، معاون صدر اعظم و وزیر مالی این کشور را به دلیل سرعت غیر مجاز موترش جریمه کرده است. رسانه های کانادایی خبر دادند که کریستیا فریلند در سفر به منطقه شمال ولایت البرتا موتر خود را با سرعت 132 کیلومتر فی ساعت میراند و به همین دلیل جریمه شده است. سرعت در شهرهای کانادا عمدتا 100 کیلومتر در یک ساعت است. منابع گفتند که معاون صدر اعظم کانادا جریمه 273 دلاری خود را تحویل کرده است. یک بانوی کارمند خدمات بزرگسالان در تورنتو به دلیل سوء استفاده از کارت بانکی یکی از مراجعین خود متهم شده است. پلیس تورنتو گفته است که این خانم بدون اجازه شخص دارنده کارت از کارت‌های بانکی وی در امور شخصی خود پول گزافی را مصرف کرده است. پلیس گفته است که این بانو در حالی که به یکی از بزرگسالان کمک میکرد از کارت کردیت و دبیت بانک استفاده کرده و از آن در بازار خریداری کرده است. از این بانو و نهاد مربوطه وی نام گرفته نشده است، اما گفته شده است که این بانو 25 ساله قرار است در ماه سپتامبر به محکمه حاضر شود. خبر دیگه هم برای کسایی که تازه رانندگی میکنن در کانادا هست و این خبر جالب است. یک راننده جوان به دلیل داشتن سرعت دو برابر سرعت مجاز در مرکم متوقف شد. لایسنسش تعلیق و موتر پدر و مادرش توقیف شد. پلیس منطقه یارک در عصر 16 آگوست پس از اینکه یک موتر مدل بالا با سرعت 124 کیلومتر در ساعت در منطقه با سرعت مجاز 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد، راننده آن را در نزدیکی سرک الگن ملز و سرک آیوی 48 یا سرک مرکم متوقف کرد. ویدیوی منتشر شده از پلیس منطقه یارک در رسانه اجتماعی افسر را نشان میداد که به راننده نزدیک شده و به او اطلاع میداد که با چی سرعت در حال حرکت است. افسر میگوید سرعت شما بیش از دو برابر سرعت مجاز است و رانندگی پرخطر انجام داده اید. راننده خطاب به افسر میگوید که لایسنس جی تو داره، یعنی هنوز لایسنس جی هم نداره و این موتر متعلق به پدر و مادرش است. با گفته پلیس این پسر جوان تنها چند روز پیش لایسنس خود را دریافت کرده بود. پلیس اعلام کرده است که راننده مورد نظر به خاطر رانندگی با سرعت غیر مجاز و رانندگی خطرناک دو جریمه دریافت کرده است. همچنین لایسنس رانندگی او به مدت 30 روز تعلیق و موتر نیز به مدت 2 هفته توقیف می شود. پلیس در این پست ویدیویی اشاره کرده است که راننده جوان با عوض این که به پدر و مادرش زنگ بزند تا برای بردن او بیاین، ترجیح داد خودش به تنهایی به خانهشان در ریچمون هیل پیاده برود. سرقت مسلحانه در ریچمون هیل. با گفته پلیس منطقه یارک 3 نوجوان با استفاده از یک تفنگ اسباب بازی از یک فروشگاه موبایل در ریچمون هیل سرقت کردند و سپس در این فرار با موتر سرقتی خود دوبار تصادف کردند. این سرقت روز دوشنبه اولی ساعت 5 بعد از ظهر در فروشگاه در سرک یانگ و منطقه کارویل اتفاق افتاده است. 3 مزنون با ماسک وارد فروشگاه شدند که به گفته پلیس یکی از آنها اسلحه گرم به دست داشت که بعداً مشخص شد که یک تفنگ بدلی و پلاستیکی و اسباب بازی بوده است. پس از تصادف دوم در سرک کارویل دو نفر از مزنونان با پای پیاده فرار میکنن، اما یکی از آنها در محل دستگیر شدن.
دو نفر دیگر مدت کوتاهی بعد با کمک سکای پلیس در منطقه مسکونی مجاور پیدا شد. یعنی یادتون باشه که هر حادثه‌ای که اتفاق میفته، خدای نخواسته تصادف میکنین یا کسی به شما میزنه یا یک کاری انجام میشه، هیچ وقت محل حادثه را ترک نکنین که جرم، حتی اگر شما مقصر هم نباشین، جرمتون دو برابر میشه. و پایان برنامه میرسیم. سپاس بیکران از توجهتان، از امرائیتان، از حوصله‌مندیتان. شما عزیزانم به خالق یکتا میسپارم. شب خوب و خوش برتان آرزو میکنم. کانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین و یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی، نگهدار یک و یک شما باد.